خبری که دکتر خانجی زدن که رکورد تورم 75 ساله اخیر ایران شکسته شده و گفتن که این میزان تورم بالای 50% رو ما فقط در دوران اشغال ایران داشتیم و دیگه همچین تورمی نداشتیم. برای دوستان به هر حال رکورد زدن، البته این رکورد زدنه فقط توی این حوزه نیست، یعنی دولت محترم تو حوزه های متعددی در بخش اقتصادی رکورد زده، از جمله 8 برابر و 9 برابر شدن نرخ ارز ما تو این سالها داشتیم، 5-6 برابر شدن قیمت مسکن و قیمت خودرو و افزایش شدید ضریب جینی و فاصله طبقاتی رو که ما رکورد باز تقریباً دو دهه اخیر رو زدیم و این رکوردها. و باز دیروز هم دیدیم تو برنامه قبلمون هم دیدیم که تو بحث صادرات هم به لحاظ کاهش میزان صادرات، یعنی رشد صادراتی دوره های مختلف رو که مقایسه کردیم، معمولا 200% رشد، مثلا 100% رشد داشتیم، توی این دولت حدود 12% بود رشد 8 ساله صادراتون، یعنی تو این زمینه هم رکورددار بودیم. در صادرات غیر نفتی هم به لحاظ کم بودن رشدمون باز رکورددار بودیم، یعنی در حوزه های مختلف متاسفانه رکورددار هست. البته این آمار میگه مردم خودشون احساس کرده بودن به هر حال تو زندگیشون که چه اتفاقی افتاده. دوستان البته تو زمینه اعتماد به نفس هم رکورد زدن، یعنی تو این حوزه هم رکورد خوبی دارن و اعتماد به نفس بالایی دارن اگر به هر حال عمل کردشون تو این حوزه قابل نقد هست، ولی الحمدلله اعتماد به نفسشون خوبه و معتقدن که یکی از بهترین دولت‌ها بودن در خدمت محرومین و مردم و همین مسیر رو هم دوست دارن که به شیوه‌های دیگه ای ادامه بدن. امیدوارم که این نقد‌های کارشناسان حداقل بشنون تو برنامه‌ها که میشد یه مسیر دیگه ای رو رفت و مسیری که بهتر باشه الان حال روز اقتصادی مردم.